هواپیماهای بدون سرنشین مدت هاست که برای عملیات تجسسی و یا علمی مورد استفاده قرار می گیرند. پهپادها در حال حاضر در برنامه‌های نظامی که شامل جاسوسی و حمله می شود فعالیت می کنند. این هواپیماها همچنین در برنامه‌های غیر نظامی مانند خاموش کردن آتش سوزی ها یا جایی که پرواز برای خلبان خطر دارد یا کنترل پلیس در نارامی‌ها و صحنه‌های جرم یا شناسایی بیشتر حوادث غیر مترقبه طبیعی استفاده می‌شوند. ایران نیز از سال‌های جنگ با عراق مشغول استفاده و تکمیل پروژه‌های ساخت پهپاد یا همان هواپیماهای بدون سرنشین بوده است. این کشور سال گذشته اعلام کرد که موفق به ساختن هواپیماهای بدون سرنشین رادارگریز با برد 130 کیلومتر شده است. ایران تا کنون چندین نسل هواپیماهای بدون سرنشین با نام‌های ابابیل، مهاجر، هدهد و سائق ساخته است. اما بررسی سایت‌های دانشگاه‌های مهندسی ایران نشان می‌دهد که حداقل در یک سال اخیر توجه ویژه‌ای به ساخت این هواپیماها شده. تا جایی که مسابقاتی در سطح ملی برای طراحی و ساخت پهپادها برگزار می‌شود. اخیراً در یکی از این نمایشگاه‌ها میکرو پرنده‌ای به وزن نیم کیلوگرم و با حداکثر سرعت 90 کیلومتر ساخته شده که قابلیت ضبط فیلم و عکس را دارد و با نصب سنسور مواد بیوشیمیایی می‌تواند این مواد را در هوا پخش کند. در بحبوحه جنگ لفظی ایران و اسرائیل به ویژه بر سر برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، نیروی هوایی اسرائیل نیز در فوریه امسال از یک هواپیمای غول‌پیکر بدون سرنشین خود که توانایی رسیدن تا خلیج فارس را دارد پرده برداری کرده است. توان پرواز ایتان بالاتر از ارتفاع 40,000 پایی یا 12,000 متری است. هواپیمای شوال که پیشتر تولید شده و پیشرفته‌ترین نوع این هواپیما تا قبل از ایتان بود، بر فراز 30,000 پایی می توانست پرواز کند و توان حمل بار آن نیز در مقایسه با ایتان کمتر بود. اما در حالی که ایران و اسرائیل مشغول تقویت توانایی‌های نظامی خود در ساخت پهپادها می‌باشند، اسوسییتد پرس گزارش داد که محققان دانشگاه داکوتای شمالی در ایالات متحده با همکاری نیروی هوایی آمریکا موفق به ساخت پهپاد تحقیقاتی در زمینه جمع‌آوری اطلاعات از مناطق سیل‌زده شدند. این پهپاد تنها با 2 گالن سوخت می‌تواند تا 24 ساعت پرواز کند. آرش علایی، صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.